בסימנה תבב. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. חזקים וברוכים. קלאס דיגר אז אסרור החלקת בראשית רו מהמניגב שירו מקונים כבעזרת השם בתונב אסרור זנדגי רו ברמה פרוש וקונים כן עד הכוסי דוניה רו נחורים قبول بکنیم که همش رمز و رموزات و حکمت و اسرار خداونده. از سردرگمی بیایم بیرون. اگر بتونیم شروعی رو پاک مقدس برای خودمون تشخیص بدیم و موقع است که ادامه راه و حتی پایان راه رو برای خودمون خیلی موفقتر، آرومتر، شادتر میتونیم قبول بکنیم. چرا؟ بعض ما آدم تو شک میفته وسط قطار ترن نشسته یه بار میگه ببینم قطار درست سوار شدم؟ چرا تو شک افتادی؟ چون میبینه مسافرینش مثل مسافرین قبلی نیستن، یا یه زبون دیگه صحبت میکنن، یا شکل دیگه هستن، لباس جور با جور پوشیدن. میبینه مسافران مسافرهای معمولی نیستن، همیشگی نیستن. میگه نکنه قطار اشتباه سوار شدم، قبلنا که این ایستگاه اینجا آدمه سوار میشد، یا این افراد معمولا سوار میشدن. خلاصه مخصوصا که تو پنجره هم نگاه میکنیم اینه اه ساختمونا و درخت ها اصلا مثل قبل نیست. تو شک میفته. تا حالا شده سوار قطار، اتوبوس، تاکسی باشین یا هواپیما، حتی تو شک بیفتید که آیا قطار و اتوبوس و تاکسی و هواپیمای صحیح سوار شدم یا نه؟ یکی از بهترین طریقهایی که آدم میتونه شک خودش رو برطرف کنه چیه؟ بره رجوع کنه به حافظش، ببینه آیا اون ایستگاهی که سوار شد، شماره قطار و یا اتوبوسی که سوار شد آیا درست بود یا نه. موقعی که میگه نه اتفاقا همون ایستگاه که قرار بود من وایساده بودم، اتفاقا رو تابلوش هم نوشته بود قطار شماره 4, 5, 6. موقعی که آدم شروعش رو مطمئن میشه دیگه راحت ادامه و پایانش هم مطمئنه. اگر ما بتونیم از اسرار خلقت، شروع آفرینش، برشید، اون اطمینان، آرامش، شادی که لازمه، امیدی که لازمه رو به دست بیاریم که خدا رو شکر قطار درستی سوار شدم، همه چی بر طبق پلن داره پیش میره. خب بعضی موقع پیش میاد بعضی از ایستگاه‌های زندگی آدم‌های جور با جور سوار میشن و پیاده میشن، ولی من قطار مسیرم صحیحه، به همون جایی که باید برسم خواهم رسید. اتفاقا گفته بودم بعد نیم ساعت از جلوی یه پلی رد میشی بیا، از جلوی یه پلی رد شدم، پس راهم صحیحه، علامت و اون نشانی که از قبل بوده درست بوده. همینطور هم خداوند به ما آدرس داده، اینم قطار سوار میشی ایستگاه هزاران پیاده میشی، وسط راه هم امکان داره آدم های جور با جور سوار شن و پیاده شن. شک نکن، همین که اولش مطمئن باشی که قطار درست سوار شدی، زندگی در مسیر صحیحیه. شک نکن، امیدوار، با ایمان ادامه بده. پس چقدر مهمه که ما از اسرار خلقت برشید با خبر بشیم که بتونیم مسیر رو با خیال راحت طی بکنیم که این 100 و خورده سال دیگه که از عمر باقی مونده به خوبی طی بشه و به عزت هم بتونیم در همون مسیری که خداوند میخواد باقی بمونیم. یک بار اشتباهی دلمون تو شک و تردید نیفته، از اسکا نیایم بیرون،
وسط را بریم اتوبوس اشتباه سوار شیم. بعدش اون من که سوار اتوبوس درست بودم، چرا الکی شک کردم؟ کاشکای زنم میپرسیدم. یادمونم نمیاد اولش چه قطاری سوار شدیم، آیا واقعا ایسکای درست بود یا نه؟ حداقل بپرسیم از ربانی، از بقیه مسئولین که آیا این قطار کجا میره؟ آیا این همین آدرسی که من میخوام میره؟ دیگه چه برسه اگر بار اولمون هم هست؟ چقدر بعد بیشتر بپرسیم، مواظب باشیم، از خودمون تصمیم نگیریم. ما غریبیم، هستن خیلی از افراد دیگه که آشنا سر از کار خداوند در آوردن، اونا بهتر میتونن جواب ما رو بدن تا خودمون. هشم کمک کنه که همه اینا رو به خوبی بتونیم به عزت هشم یاد بگیریم، یاد بدیم و به عزت هشم اون تیکون، اون ماموریتی هم که براش اومدیم رو به خوبی بتونیم کسب کنیم. www.torahelp.com تورا اومده به کمک ما که شک نکنیم، اتوبوس قطار الکی عوض نکنیم، یه مقدار دندون و جگر بذاریم، با طاقت و امیدواری به عزت هشم برسیم به اون مقصدی که خداوند، آدرسی که برای هر یکایی که ما تعیین کرده. برای کمک به کلاس‌های تلویزیونی، تلفنی، رادیویی میتونید به این لینک رجوع بکنید، torahelp.com، و مطمئنن که با کمک ما به تورا، کمک تورا رو هزار برابر بیشتر در زندگی ما کسب خواهیم کرد و میبینیم اینم یه علامت دیگه، اینم یه ساین دیگه، اینم یه تابلو دیگه که آدرسمون درسته، قطارمون درسته. و دیگه حتی بعضی موقعا چشم بسته لم میدیم، میخوابیم تا قطار خودش به ایستگاه هزارم برسه و موقع بیان بگن ویلکام ابورد، خوش آمدید. به عزت هشم در دنیای باقی، علام ها نشما، دنیای نشما، دنیای پاکی، علام ها امت، دنیای حقیقی راه یافتیم. هشم این زخوت رو بده که به خوبی بتونیم با سربلندی و روسفیدی باشیم. سکلم اسفاد خانم سعیدیان برای سپانسر کلاس امروز دعوت بخیری، موفقیت و به سرود توبود که به عزت هشم خانم سعیدیان ایسکاه های بعدی هم رو به خوبی بتونید تا ایسکاه هزارم خوب طی بکنید و به عزت هشم رو پای خودتون از قطار پیاده بشید. دعوت بخیری. خب هاراف خافز خاین یه مثال جالبی رو میاره، اگه یادتون باشه ما چی خوندیم؟ که ویکه خداوند دست آدم آرشان رو گرفت، گذاشتش تو گن عدن، مثل این چتربازا که همگی سوار میشن هواپیما و میرن بالا و از اون بالا پرتش میکنن پایین. آیا این درسته که این ارتش، این فرمانده، این سپاه به سر سربازاش میاره که یه باره میبردشون بالای هواپیما، تو هوا ولش میکنه پایین؟ اگر راستش بخواید این چتباز بی دلیل اسمش چتباز نشد، یه چتری همراهشه، ولی یه بندی به این چتر که باید در زمان مناسب این بند رو بکشه، اون موقع است که آروم راحت میاد پایین. خداوندم ما رو الکی از هوا پرت نمیکنه پایین، روی زمین دنیای مادی یه چتری هم بهمون داده و اون توراست. و ایکخ هشم الهیم ات آدم، گرفت خداوند خالق مدت رحمیم و مدت حدیم با هم کاملا یک رای آدم انسان رو و یعنی حوب گنیدن پرتش کردن تو گنیدن.
لعودا الشمرا، برای نگهبانی و کار بهش مسئولیت داد، بهش قانون داد، بهش وظیفه داد، بهش تورا رو داد. این چترست، این قانون توی زندگیه که ما را از افتادن، از شکست، از سقوط، از پس رفت نجات میده. کسی که قانون و نظم تو زندگیش داره، به موقع غذا میخوره، به موقع میخوابه، به موقع کار میکنه، به موقع درس میخونه. کسی که نظم و قانون تو زندگیش داره، لعودال شمرا، میدونه که اومده در این دنیا وظیفه‌ای داره، از قانون حرف شنوی داره، بهترین چتر نجاتشه. متاسفانه موقعی که ما فکر میکنیم با قانونهای خودمون میخوایم پیش بریم، کاری به قانون خداوند نداریم، همون موقع است که طرف میگه آقا حالا شبات، قربون شبات، قربون تورا، قربون دین و آیین، حالا کشروت، هرچی میگم بابا داری نزدیکتر میشی به زمین، بنده رو بکش، چتره باز شه. حالا بعدن هم هست مونده بابا، هنوز مگه نمیبینید چقدر آدم ها و زمین ها و خونه ها کوچیکن از بالا، هنوز مونده تا برسم. آخه برسی تا فرصت کنی بنده رو بکشی دیر میشه، میخوری زمین خورد میشی. نه حالا مونده. و موقع است که متاسفانه هی بیداریمون رو به تأخیر میندازیم که قانون رو تو زندگیمون دنبال بکنیم، بنده رو بعضی موقع دیر میکشیم. بند چطرم بیاد هنوز زمین قدرتش بیشتره، بنگ یا پاش میشکنه یا دستش میشکنه یا سرش میشکنه. اه چطره کو، میسوت کو، تورا کو، دیر بندو کشیدی، به موقع نکشیدی، دیر به فکر اومدی، بیدار شدی، حداقل جونت سالمه، دست و پات شکسته است. اما اگر زودتری به فکر این بند بودی و چتر رو باز میکردی، اگر قانون و مثبت و معصیم توبیم و حلاخا رو زودتر تو زندگی دنبال میکردی، دست و پاتم مانند جونت سالم قشنگ کیف این پرواز رو میکردی. بندل هارف خافسخیم میگه لعودال شمرا، هر چقدر آدم بیشتر خودش دنبال نظم و مرز و باندری و محدودیت تو زندگی بگرده که برای هر وقت و جون و عمر و کلامش یک مرزی قائل باشه، داره خودشو بیشتر پروتکت میکنه، خودشو بیشتر محافظت میکنه. لعودا الشمرا، پس بی بندوباری، بی قانونی، بی مرزی، اینا در انسان پسرفت و شکست پدید میاره. ولی کسی که با قانون پیش میره، با نظم، اتفاقا پیشرفت پیش میاره. کسی که درسشو به موقع میخونه، مشقشو به موقع میکنه، برای امتحان کاملا راحته، درس خونده، آماده، با شوق انتظار که کی میشه که کارنامه قبولیشو بهش بدن، چون مطمئنه بارو خشم خونده بودم، همه سوالام هم درست جواب دادم. اما کسی که درس نخونده است، هم قبل از امتحان ترس داره که آیا چه سوالی میاد چه جوری، هم بعد از امتحان ترس داره که کارنامه رفوزیمو چه جوری بگیرم. اما کسی که با قانونو با نظم پیش میره، هم قبل از امتحان با شوق و هیجانه که واو خدا شکر خوب همه رو حفظ کردم بلدم آماده، و هم بعد از امتحان با شوق که کارنامه قبولیم در راهه. حالا خواهد سعیم مثال میاره از یکی از سفاریم زیخرو تورد ماشه، میگه چقدر انسان باید هوشیاریشو تو دنیا حفظ بکنه، چون همین هوشیاری و بیداریشه که مثل چتر نجات ازش حفاظت میکنه. میگه دو نفر از طرف یک پادشاهی مسئول میشن که برن یک جنسی رو در بازار در کشور همسایه بخرن و بیان. به یکی از این مامورین $1,000 میده، به اون یکی $100 میده. خلاصه هر کدوم قرار بود یه چیزی بخرن بیان،
میرسن در راه، اینجا رستوران، اینجا کافی شاپ، اینجا بازی، اینجا گیم، تا اینکه موقعی که میرسن به بازار که میخواستن خرید بکنن، این آقای $1,000 $200 بیشتر براش باقی نمونده، همه رو خرج کرده بود. اون آقای $200 $40 بیشتر براش باقی نمونده. رو میکنه سر حرف که میشه با هم صحبت میکنن، این آقای $200 به اون آقای $40 میگه بابا تو که $40 برات باقی مونده، من که $200 دارم. اون طرف میگه ابله، تو $200 از $1,000 داری، تو بدهید به پادشاه بیشتره، تو $800 به پادشاه مدیون شدی، من $40 از $200 دارم، من $160، $800 کجا؟ $160 کجا؟ من برای $160 کوتاهی و کم بود محکوم میشم، تو برای $800 دفیسیت ضرر کم بود محکوم میشی. این که انسان یک ذره بخواد به خودش گوا و غرور راه بده که من بهتر از تو میفهمم، من بهتر از تو پول دارم، من بهتر از تو. حالیمه میگه پس انگار خداوند به تو $1,000 داده بود، به من انگار $200. اگه من به اون صورت مثل تو پولدار نیستم، مشهور نیستم، به اون صورت عقلم نمیرسه، پس من $200 داشتم، تو $1,000. و اگر هر دومون رسیدیم به یک جا، پس تو بیشتر به خداوند بدهکاری. خداوند میگه لعبدال شمرا، یک گن ایدن رو در اختیارت گذاشته بودم، میتونستی تو یکی از ربانیم بزرگ، یکی از صدیقین، یکی از تلمیده حخامین باشی، حالا رفتی CEO IBM شدی، خب رئیس کمپانی IBM شدی، پس یعنی اون همه امکانات و قدرت قدوسیتی که داشتی رو هدر دادی. پس به خودت نبال که من از اون یکی جلوترم، عقبتری، بدهکارتری. پس میگه کسی که میاد وظیفه‌شو در این دنیا فراموش میکنه و دلشو خوش میکنه به چندا سرگرمی که برای خودش درست کرده، خودش با دست خودش گن ایدن خودش رو خراب کرده. پس این که بعضی ها میگن آقا کی از اون دنیا اومده، همش این دنیاست، راست شو بخواید، آره you're right، راست میگی، همش این دنیاست. به هر طریقه که در این دنیا زحمت بکشی و بخوای پای ریزی بکنی، اون دنیا رو میتونی کسب بکنی، راست گفتی. پس آیا آخرین دفعه که به یک خانم بیوه کمک کردی کی بود؟ آخرین دفعه که دست یک یتیمی رو گرفتی کی بود؟ آخرین دفعه که یک مسخت گمارا رو برخا کردی کی بود؟ راست میگی، همش این دنیاست. کاری کردی؟ یا فقط خودتو سرگرم کردی، دلتو خوش کردی؟ که چند تا استاک از قبل خریدی الان همشون هزار برابر شدن، خودت چند برابر شدی؟ این که آدم هر چقدر فکر میکنه پولش بیشتر بشه خودش بزرگتر میشه، برعکس داره خودش پایینتر میره، چون داره بدهکارتر میشه. خدا هم میگه خب تو که اینقدر بلدی خوب پول در بیاری، بلدی اینقدر کارخونه و شاپینگ سنتر بسازی، پس تو عقلت میرسه، و چرا برای تورا، برای وظیفه اصلیت استفاده نکردی؟ ولی اون کسی که تو زندگیم، تو کار و کسبم، تو علم و دانشم زیاد به اون صورت پس رفت، بهتر بگیم پیشرفتی نداشته، خداوندم توقعش از اون میگه تو $200 فقط داشتی، ظرفیتت کم بوده، واسه همین اگر در این مورد پیشرفت نداشتی، میفهمم چرا در موردهای دیگه هم تورا و میسبوتم پیشرفت نداشتی، ظرفیت تا این حد بوده. بالاخره هر کسی، هر مشتری توی رستوران یه مقدار خرج میکنه، یکسان خرج نمیکنن. یه مشتری هست میاد پولش میرسه که یه قرص غذا میخوره $1,000، یه مشتری هست که پولش میرسه یه ساندویچ بخره $10. هر کسی با یک ابلیتی، با یک توانایی، با یک قدرتی میاد سر میز میشینه که غذا سفارش بده.
همینطور هم خداوند نگاه میکنه ببینه تا چه حد امکانات در اختیار ما قرار داده، در چه راه‌های دیگه ما واقعا پیشرفتمون رو، عقلمون رو، کاملا همتمون رو، بیخوابیگیمون رو انقدر به کار گرفتیم تا به چه جایی برسیم. خداوند میگه خب همین هم میتونستی در راه تورا و میسود وظیفه اصلیت به کار بگیرید. فراموش نکن لعبدال شمرا، تو برای خودت اینجا زندگی نمی کنی. تو یه ماموری هستی، شالیخ از جانب خداوند. پس اسرار خلقت یکی از رازهایی که داره به ما فاش میکنه این که من برای خودم اینجا زندگی نمی کنم. اگر بتونم برای خداوند خوب وظیفه ما انجام بدم، اون موقع است که خداوند میگه بیا برای خودت. تو برای من آبرو کسب کردی، بیا این رو سفیدی برای خودت. تو برای من درجه قدوسیت کسب کردی، برای خودت. اول برای خداوند، بعد موقع برای خودمون. اما کسی که فکر میکنه برای خودشه، خودش دیگه تصمیم میگیره که تا چه حد، تا چه موقع، به چه طریق رفتار بکنه. موقع است که متاسفانه قطار اشتباه، ایستگاه اشتباه، بعضی موقع طرف پیش خودش میگه نه دیگه ما چند وقته تو این قطار نشستیم، بذار بریم حالا یه قطار دیگه. چرا مسیرت عوض کردی؟ دیگه چرا کنیستات عوض کردی؟ چرا شعوریم؟ چرا دیگه میسوه؟ چرا قدوسیتت عوض شد؟ چرا رفتی یه قطار دیگه؟ این که ما دلمون رو خوش میکنیم، بالاخره همین چند تا میسوه هم که در روز انجام میدیم خودش کافیه. به همین دلیل خداوند در این دنیا هی نوآوری میاره، تازگی میاره. میگه ببینم اینقدر مد جدید لباس و کابینه آشپزخونه اومده، حاضر با اون کابینه و مد و لباس 60 سال پیش زندگی بکنی یا هی تجدید میکنی و تازه میکنی؟ چطور موقعی که به فشن میرسه، بله صد البته تازگی مد روز آدم باید دنبال بکنه، موقعی که به تورا و میسوات میرسه همون یه عشر یشوه یه شما اسرائیلی که میخوندی همین، هیچ دلیلی برای بهتر شدن و تازگی، تراوت، پیشرفت دلیلی برای خودت نداری. همین هم که خدا شد و همونطور که شما میدونید اشتباه ما از اینه که ترس اشتباه داریم. ترس اشتباه ما چیه؟ همین که مبادا بچه هامون برن زن گویین بگیرن، شوهر گویین بکنن. ترسمون فقط همینه. یعنی تمام مرام و مقام و دلیل یهودیتمون اینه که ازدواج یهودی داشته باشیم. حالا زندگی یهودی داشته باشیم یا نه اون دیگه حالا خدا میبخشه، ولی ازدواج یهودی داشته باشیم. همین دلم قراره که بچه‌ام تو اسرائیلی هستن. از چه نظر؟ زن اسرائیل گرفتن، شوهر اسرائیل کردن. بقیه میسوه چی؟ بقیه تورا چی؟ فرامین چی؟ ببینیم ما راستش اونجوری به اون صورت ما، ولی خب خدا رو شکر همین که میدونم بچه هم اسرائیل هم. دقیقا اون چیزی که داره تورا به ما میگه، میگه اسرائیلیت به ازدواج نیست، اسرائیلیت به توراست، به میسواته. هستن افرادی که کانورت میکنن، یهودی میشن، تورا رو بر خودشون قبول میکنن و ازدواج میکنن. یهودیت به ازدواج نیست. حتی کسی که مادرش هم گویین باشه اگر بخواد کانورت بکنه، به درستی بخواد تورا رو بر خودش قبول بکنه، یهودی به حساب میاد. شمعیا و افتالیون که در میشنا میاره که اینا جزو تنائم بودن، که جزو معلمین بیت هلل بودن، اینها گر بودن، کانورت بودن، شدن معلمین، تلمیده حخامیم،
اونکولوس هگر، به حدی که حتی ربی اکیوا اسمش بود اکیوا بن گریم، از طایفه گریم، ربی مهیر بلهنس نوه کی بود؟ نوه هامان بود، از نسل هامان بود. پس یهودیت ما به مادرمون فقط نیست، همینطورم به تورامونه. پس اگر میخواییم یه قفل که مادر یهودیه بچه یهودی رو حفظ بکنه، بعد یه قفل دیگه هم بهش اضافه بکنیم و اون توراست، میسوته، معصیم توبیمه. چرا؟ چون طرف مادرش هم یهودی نباشه اما تورا داشته باشه، هنوز یهودی به حساب میاد. پس میبینیم نهایت امر همه چی به تورا ختم میشه. حالا ما تورا رو بذاریم کنار، اسم یهودیمونو فقط بخوایم حمل بکنیم، متاسفانه یه روزی هم از اون ایستگاه، از اون قطار هم شک میکنیم، پیاده میشیم میریم قطار دیگه. پس لعودا اولشمرا حرب خافز خاییم به ما فاش کرد. خب میخواید بدونی تو تا چه حد میتونی در تورا و معصیم توقیم موفق باشی، پیشرفت کنیم؟ بله. تا چه حد از توقع میره که در میسوت و معصیم توقیم پیشرفت داشته باشی؟ بله، همش بسته به اینه که در زندگیت به چی افتخار میکنی. اگر افتخار میکنی که پول داری، اگر افتخار میکنی که عاقلی، اگر افتخار میکنی که مشهوری، اگر افتخار میکنی که در زندگی جلوتری، به هر چیزی که افتخار میکنی خداوند میگه اوکی، تو که اینقدر بلدی و سرت میشه و واردی و به خودت نسبت میدی که خودت همه این کارا رو کردی، تورا چی شد؟ پس هر چقدر انسان اون حالت آلودگیشو در این دنیا کمتر بکنه، بگه من هیچ کارم، همه از جانب خداوند بوده که منو در این مسیر قرار داده، منو خواسته بکنه رئیس جمهور، منو خواسته بکنه رئیس کمپانی، منو خواسته بکنه رئیس دانشگاه، من از خودم نبوده، از خداوند بوده، اون موقع است که خداوند توقعش و انتظارش هم از ما در تورا و میسوت به همون حد خواهد بود. اون موقع است که میگن خب پس بیا، حالا که تو اینقدر تابع فرمان خداوند هستی، میسوت و فرامینش هم انجام بده، چون اینم خداوند گفته. پس این در واقع برای ما میشه یک زنگ خطر که اگر واقعا به درستی ازش استفاده بکنیم میشه یک آژیر افتخار، نه زنگ خطر، که تونستیم به موقع بیداریمون رو حفظ بکنیم، قطارمون رو ایستگاه درست پیاده بشیم، شک نکردیم، بند رو به موقع کشیدیم، از چتر تورا از خداوند بهره‌مند شدیم، تونستیم اون وظیفمون رو به درستی انجام بدیم، از این گن عدنی که خداوند برای هر کدوم از ما فراهم کرده تونستیم هزار تا گن عدن دیگه پدید بیاریم، نه اینکه گن عدن رو بکنیم گهینا. اگر آدم آریشان یک فرمان رو فقط دنبال کرده بود، دنیایی رو برای خودش کسب کرده بود، اما به خاطر یک لذت تمام لذت گن عدن رو از خودش دور کرد، از دست داد. اینکه قبول بکنیم فرامین تورا برای ما لذت ابدی دارن، نه حیشعا، نه لذت موقت، هر چیز دیگه در این دنیا لحظه موقته، لذت موقته، اما تورا میسوت لذت ابدی. از خداوند میخوام که این قدرت رو به ما بده که بتونیم در تمام مسیر زندگی با ایمان و امید بدون هیچ شکی همواره به دنبال اون با تورا معصیم توبیم به درجات بالا برسیم. بارو قشم لعولم همه با امید.